ба номи худованди бахшандаву меҳрубон ассалому алайкум вараҳматуллоҳи вабаракатуҳ дарси таҷвидро аз китоби таҷвиди тасвирӣ ки муаллифи он доктор айман рушди сувайд мебошанд давом медиҳем дарси имрӯза сифатҳое ки муқобил надоранд якум сифати сафир ё садошавӣ سفیر این وضوحیت یا شدت در آوازی حرفی است که هنگام برآمدن از مخرج خود از گذرگاه تنگ می براید و حرفهای آن سه تا می باشند. حرف صاد، حرف سین و حرف زی. وقتی که ما این حرف را تلفظ می کنیم، نوگی زبان را در زیر دندان های پایان می گذاریم. و هوا از این تنگی خارج می شود. از 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 که این حرف را حرف سفیر گویند. دویم این صفت قلقله قلقله در لغت به معنای حرکت و استراب یعنی تلاطم نارامی است. که عرب ها چونین می گویند. دیگ در آتش قلقله کرد یعنی لرزید و ناورم شد. قلقله در اصطلاح این براوردن حرف قلقله است. در حالت ساکن بودن با دور شدن بین دو طرفی اعضای تلفظی بدون آنکه که صدای کمی از حرکت های سگانه یک جا شود و حرفای قلقله پنج تا بوده در این کلمه ها جمع شده اند. کلمه ای قطبو جد دین یعنی این پنج تا می باشن قا تا ب دل و این حرف ها اگر با سوکین آیند در این حالت قلقله می شوند و در اینجا معالیف مثال حرفی ب را است در وقتی حرفی ب با, با ساکین بودند лабҳо ба якдигар расида баъд аз расидан тез лабҳоро мекушоем мисол аб аб агар лабҳоро дорем қалқала намешавад аб ки ин хато мебошад баъд аз талаффузи ин ҳарф лабҳоро тез мекушоем ва ин қалқала мешавад аб ва ҳарфҳои қоф то ҷим ва дал бошанд این زبان را در مخرج زده تیز می گیری. مثال وقتی حرفی قاف را تلفظ می کنیم قفای زبان بر به کام می رسد. اق اق حرف تا باشد نوگی زبان بر به مخرج می رسد. به کام می رسد. اط, اط حرف جیم باشد بینی با زبان بر به کام می رسد. اج اج و حرفی دل به مانند حرف تا нуги забон баромада ба ком мерасад ад ад мартабаҳои қалқала қалқала ду рутба яъне ду қисм дорад якум қалқалаи кубро яъне калон қалқалаи кубро ҳангоми вақф ба ҳарфи қалқала яъне ҳарфи қалқала дар охири калима ояд монанди афаа محیط کسب بهیج احد حق در اینجا باشد حرف قاف با تشدید آمده است حق و این چنین الحج اشد و دویم باشد قلقله صغرا یعنی قلقله خرد قلقله صغرا اگر حرفی قلقله در بین کلمه یا در بین عباره آیند. مانند یقضی ببینید حرف قاف در بین کلمه آمد و با سبب که ما خواندن رو دوام می دهیم لرزیشش تا پیشش از کبرا دیده کمتر است. به سبب پیوست خوندن یقضی یطعم یبصیرون و تجعلون يدخلون لينفقذوا ولا تشطط وحدنا فانصب وإلى در این کلمه اگر بعد از فانصب استم وقف کنیم قلقله کبرا می باشد اگر پیوست خونیم قلقله سغرا فانصب و ایلا به سبب دوام دوده دو یا خروج روج من قد افلح خلاصه دوستان عزیز قلقله صغرا قلقله میده این اگر حرف قلقله در بین کلمه آید یا در بین جمله ها به سبب دوام داده خواندن قلقله یعنی ازترابش تپیشش کمتر می شود و قلقله کبرا باشد این وقتی حرف قلقله در آخری کلمه می آید و چون ما بعد از تلفظ این حرف می ایستیم یعنی استرابش تپیشش بسیارتر می شود کلانتر می شود الفلق محیط خطاگی هایی که هنگام ادای قلقله به وجود می آیند یک چند خطاگی است که بعضی نفران در وقتی این قایده از آنها دیده می شود یک کم این آمیخته کردن قلقله با یکی از حرکت های سیگانه مانندی لقد کان یعنی یکون حرکت داخل میکند لقدو یا که لقدی لقد لقد کان لقدو کان لقدی کان این خطا میباشد یا که تو بتوم تو بتوم تو بیتوم تو بتوم یکون حرکت داخل میکند این خطا می باشد و این چونین ابراهیم ای اگر ابراهیم یا که ابو راهیم یا که ابی راهیم خاند خطا است و دویم باشد با پایان رسیده ای قلقله با حمزه می باشد مثال احد بعد از حرف قلقله حمزه با سکون می گذارد این چونین خانده نیست خطا است و خطای سیم باشد آواز قلقله را از حد خود دراز کشیدن یعنی احد داشتن حرفی دی را داشتن سامد د. این نیز خطاگی می باشد و خطاگی چهارم جدا کردن آواز حرف قلقله از حرف بعدی آن بوده مانند یک دی یعنی یک کلمه رو به دو کلمه جدا کردن یک دی یا اینکه که یوب سیرون یا اینکه ید خلون چون این خواندن نادرست است و طرز درست خواندن دوستان آنها را در یک جایگی می خونیم یقدی یوب سیرون ید خلون و می گذاریم به صفت بعدی این صفت لین لین این صفت بر حرف واو و یا ای گذاشته شده است که پیش از آنها حرکتی فتحه باشد و این به سبب سهل و آسان جاری شدن آنها در مخرج می باشد مانند خوف حرفی واو را می داریم می کشیم قوم البیت در اینجا حرفی یا را می کشیم قریش و این تنها در وقت وقف کردن اگر بعد از این کلمه ها وقف کنیم این حرف ها کشیده می شوند اگر وقف نکنیم این حرف ها کشیده نمی شوند مثال لی فی قریش فیهم ببینه در وقتی پیوست خوندن حرف یا را یک تا خوندیم و در وقتی ایستادن قریش حرف یا را داشته می خونیم و صفت چهارم این این حراف یعنی کجشاوی. این حراف این تمایول آواز حرف است. از جهت پورا جاری نشدنی صدا به سبب مانع شدنی زبان راهی برامد آن را که حرفای آن حرفی لام و حرفی را می باشند. ببینید وقتی که ما حرفی لام را تلفظ می کنیم صدا می باید و каҷ шуда ба тарафи рост ва ба тарафи чапи забон мебарояд чун нуги забон ба ком мерасад ва садо аз ин ду ҷониби забон мебарояд бубинед садо меояд ва вақте ки нӯги забон ба ком мерасад дар ин ҷо маҳдуд мешавад ва аз ду тараф садо каҷ шуда мебарояд ва ин расм бошад انحراف حرف را ببینید. در وقت تلفظ حرف را صدا آمده و وقتی که این دو پهلوی زبان به کم می رسند، صدا آمده از بین زبان می براید. در این رسم ببینید دو پهلوی زبان به کم می رسند و از این بین زبان صدا می براید. که این را انحراف یا کجشوی صدا گویند. مقایسه بین این حرف حرف لام و حرف را بین دوستان این رسم باشد این حرف حرف لام است وقتی که ما ال میگوییم ال پیش زبان به کام میرسد و صدا کج شده از دو طرف میبراید و وقتی که ما حرف را را تلفظ میکنیم ار دو پهلوی زبان به کام میرسد و هوا آمده از بین زبان میبراید. آر و صفت پنجم این تکریر، تکرار شوی. این صفت از دیگر صفت ها چونین فرق میکند که این صفت باید انجام داده نشود. یعنی حرفی را تکرار نشود. تکریر این لرزشی سبوکی نوگی زبان است. هنگامی تلفظ حرفی را در نتیجه تنگی مخرج آن باید خواننده قرآن از اندازه زیادی آن خودداری نموده و آن را طور انجام دهد که از یک را بیشتر تکرار نشود یعنی ار نشود الرحمن الرحیم این خطا است و طرز درست چنین است الرحمن الرحیم یعنی باید خواننده قرآن خودداری کند از آن که نوگی زبانی او لرزش نخورد. و ششم این تفشی یعنی پهنشوی. تفشی این پهن شدن آوازی حرف شین در مخرج خود است. تا اندازه که با صفحه داخلی دندان های بالا و پایان برخورد می ببینید وقتی که ما حرف شین را تلفظ میکنیم اش پهنشوی آواز است. کی اومده به با دندان‌های بالا و پایان برخورد کرده و از بین آنها می‌براید و صفت هفتم این استیطاله یعنی درازشوی. استیطاله این بلوروی زبان است هنگامی تلفظی حرف داد از آخری دهان تا طرفی پیش آن تا این که نوک زبان به بخی دندان‌های بالا برسد و این تحت تأثیر هوای فشار دهنده قفای زبان است وقتی که ما حرف داد را تلفظ میکنیم دوستان وقتی که با ساکن است زبان پهلوی زبان آمده به دندان های کرسی میرسد و زبان را تیز از دندان ها نمیگیریم اگر تیز از دندان ها زبان را گیریم اد اد صفت قلقله می شود که حرف داد صفت قلقله را ندارد. وقتی که ما آب می پهلوی زبان را به کرسی دندان ها رسیده و به طرف پیش مایل می کنانیم. آب آب ببینید این منطقه ای که نقطه های زرد هستند منطقه رسانیدن زبان بدون فشار داده است یعنی нуги забонро ба дандонҳои пеш фишор намедиҳем ва ин минтақае ки нуқтаҳои кабуд ҳастанд минтақаи фишор ва такягоҳи забон аст забонро такя мекунем ба дандонҳо ва фишор медиҳем тез намегирем ad влaр ва сифати ҳаштум ин ғонна аз ҷиҳати сифат буданд غونه صفت خاصی حرف میم و حرف نونی حرکت دار یا این که است در حالت اظهار ادغام و اخقا مگر این که مدت زمانی آنها وابسته با جایگیر آنها می باشد که بحث زمانی آنها را در صحیفه 307 بیان خواهم کرد. انشاءالله. غنه چیست؟ ғуна ин қисми овоз аз димоғ мебарояд ки ин сифатро ҳарфи нун ва ҳарфи мим дорад вақте ки мо мегӯем ан қисми ҳаво аз бинӣ мебарояд ва инчунин ҳарфи мим ам қисми ҳаво аз бинӣ мебарояд бо ҳамин дарси имрӯзаро ба анҷом мерасонем субҳанака аллоҳумма ва биҳамдик نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته